مالکی در وحشت از عواقب جنایت علیه بشریت مذبوحانه در صدد است همه نشانه ها و آثار جرم را از بین ببرد. بر اصل ولایت فقیه، زنده باد ارتش آزادی. پیر برسی رئیس حقوق بشر نوین فرانسه گفت امروز برای وقایع دردناک جنایت علیه بشریت جمع شده ایم. سکوت در مورد این جنایت وحشیانه خیلی سنگین است. امروز اینجا آمدیم که دفن مخفیانه 52 تن را که قبلا در اشرف کشته شده بودند محکوم کنیم. باید که رسانه ها و نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل تکان بخورند. امروز دولت مالکی که شریک جرم رژیم ایران است به این جنایت دست زده است. با سلام و درود خدمت همه شما یاران گرامی مقاومت و بخصوص درود به مادران شهدا که در اینجا در این جمع حضور دارند، درودی گرم به یارانمون در زندان لیبرتی و همینطور درود میفرستم به مردمی که امروز در ایران با تظاهرات قهرمانانشون بر علیه این رژیم یک قدم دیگه این رژیم رو به طرف سرنگونی هل میدن. دوستان گرامی، فکر میکنم دلیل گرد همایی امروز رو همه میدونن، هم دلایلش میدونن هم علتش رو میدونن. خیلی صحبت کردیم در این رابطه. جنایتی که در اشرف اتفاق افتاد به فرمان رژیم و توسط مزدوران مالکی، خود رژیم گفت که برای اثر راه برداشتن رقیب اصلیش در تحولات آینده منطقه است. این یه چیز روشنه. اینی که مالکی این کار چرا کرده مشخص، سرسپردگیش به نظام ولایت اون جنایت رو صورت داد. امروز ما برای اعتراض به یک جنایت در جنایتی دیگه که توسط مالکی در مورد این عزیزان شهیدمون صورت گرفته جمع شدیم تا یک بار دیگه اونو افشا کنیم. شیخ امین، aujourd'hui les événements qui se passent en Irak et en Iran. خدیجه آزونی از حامیان مقاومت ایران در فرانسه نیز ضمن محکوم کردن جنایت آشکار و مشترک رژیم آخوندی مالکی در دفن پنهانی 52 شهید قهرمان اشرفی در قتل عام اول سپتامبر 2014 گفت 35 سال پیش ایرانیان دیکتاتوری شاه را سرنگون کردند. امروز زمان آن است که رژیم فاشیستی مذهبی واژگون شود. توحید به خلق ایران،